پس از نشست پاریس که نمایندگان گروه های سیاسی، طالبان، حزب اسلامی بر رهبری حکمتیار و جامعه مدنی در آن شرکت داشتند و روی مذاکرات سال گفتگو کردند، وزیر خارجه افغانستان میگوید که دیگر نیازی نیست گفتگوهای مشورتی سال در بیرون از کشور برگزار شود. این در حالی است که هفته گذشته دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که این سازمان در تلاش است تا نشست مشورتی دیگری را در ماه آینده در ترکمنستان برگزار کند که در آن از نمایندگان طالبان، دولت افغانستان و گروه های سیاسی دعوت خواهد شد. در کنکاش امشب به این موضوع میپردازیم. میهمانان ما در این بحث آقایان سردار محمد رحیمی، سخنگوی جبهه ملی، فضل رحمان اوریا عضو ائتلاف ملی افغانستان و اجمل بلوچزاده فعال جامعه مدنی است. قابل یادآوری است که آقای سردار رحیمی تا دقایق دیگر با ما خواهند پیوست. میهمان عزیز، بسیار خوشم. تشکر، سپاس از شما. آقای بلوچزاده، با شما آغاز میکنیم. فکر میکنین که چرا حالا وزیر خارجه افغانستان میگن که نیاز در بیرون از افغانستان نیست که اینچنین نشست ها برگزار شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و بینده های عزیز تلویزیون شما. در رابطه به پروسه صلح و خواستایی که همیشه حکومت افغانستان از طالبان داشتنی بوده که به پروسه صلح بپیوندن و صلح را بر زمین بگذارن، وزی اضافه تر کشتارها و تهدیدها را نسبت به مردم افغانستان افزایش ندن. به این دلیل بود که شرایط به خاطر آوردن صلح و به خاطر مذاکره و به خاطر باز کردن دروازه های گفتگو با طالبان، حالا چه جامعه بین الملل چه در قسمت حکومت افغانستان، فعالیت های رو روی دست گرفت. اما زمانی که در پروسه های سال و در مذاکرات که چه در داخل و چه در خارج از کشور، در داخل در بسیاری از موارد ما شاهد رفت آمد های طالبان حتی تا ارگ ریاست جمهوری هم بودیم و در خانه های بعض از رهبرای سیاسی هم نشست های از طرف نماینده های طالبان هم صورت گرفته بود. اما چیزی که طالبان بالاش تاکید دارن اویی است که اونا یک بحث دارن و تشکیل دوباره امارات اسلامی افغانستان و خواسته هایشان این بار کم سخت گیرانه تر و کم جدی تر و از طرف دیگه هم در او صحبت ها قاطعیت هم میدید. یک بحثی است که مذاکرات که آیا پیش میره نمیره یا تلاش هایی که صورت میگیره نتیجه میته یا نمیته در بخش دوم بحث میکنیم. حالا که پس از نشست پاریس وزیر خارجه افغانستان میان میگن که نیازی نیست که اینچنین نشست های در بیرون از افغانستان برگزار شوه، فکر میکنین که چرا حالا میخوایم بپردازم که در چنین وضعیت وقتی که طالبان در خارج از کشور بحث تغییر قانون اساسی رو مطرح میکنن، بحث نقاط ضعف را که حکومت در اونجا در افغانستان داره، بیشتر بحث قاچاق است، بحث کشتار و تلفات غیر نظامیان است. حتی گفته شده که ماین‌های کنار جاده و مکتب سوزی ها را طالبان انجام نمیتن و اینا به نام طالبان برچسب میخوره. مورد گیر هم اتهام بستن به خود حکومت. نقاط ضعف حکومت اونجا بیشتر برملا شده. به او دلیل است که حکومت افغانستان فعلا تصمیم گرفت که در شرایط فعلی ما نمیتونیم با طالبان در گروه های مختلف، با گروه های مختلف، با محل های مختلف نشست برخورد کنیم. یعنی زمانی که نشست در بیرون از افغانستان در همین موارد برگزار میشه، اونجا نکات ضعف های حکومت افغانستان برجسته میشه و میخاطر هم است که حکومت افغانستان مخالفت. دقیقا شما توجه بکنید که وقتی که طالبا صحبت میکنن، حکومت افغانستان به خاطر دفاع هیچی نداره. اونا یک چیزی رو به نام نظام اسلامی میخواین در افغانستان، یک مورد، و دومی که نظام موجوده افغانستان را متشکل از یا از اثر سیاست های بی 52 معرفی میکنن. حتی خواهشی را دارن که ما با دولت افغانستان از این بابت وارد گفتگو مذاکره نمیشیم. آنچه را که انتخاب میکنن، اپوزیسیون انتخاب میکنن که ما با اپوزیسیون از این بابت صحبت میکنیم. چرا؟ بدل که ما اپوزیسیون در حالت جنگ بودیم و وارد معاملات بودیم که یک چیز سوم به وجود آمد که اما چقدر نظام فکر میکنین که حالا گفتگوهایی که صورت میگیره با اپوزیسیون این نتیجه بخش از درحالی که حکومت افغانستان میگن که قانون اساسی یا تغییر یا تعدیلات در قانون اساسی امکان پذیر نیست. حالا آنچه را که انجام میتونه به تا حکومت افغانستان است نه اپوزیسیون، فکر میکنین که خب زمانی که مذاکره با اپوزیسیون صورت میگیره اینجا حکومت افغانستان موافقت میکنه که سرانجام به نتیجه برسه؟ ببینین، ما یک مثلثی که تشکیل میشد، حالا اوریا سبستن میتونن که صحبت دیگه داشته شده، دیدگاه ما همی است که طالبان، اپوزیسیون و پاکستان دو موری که یکی اپوزیسیون باشه یکی طالبا باشه بیشتر مخالفت با نظام دارن. یعنی اگر بحث تغییر قانون اساسی است، اگر بحث تغییر ساختار است، بحث مورد دیگی که بیشتر
حالا اپوزیسیون بیشتر به خاطر اصلاح حکومت میتونه کار بکنه، ولی طالبان فکر میکنه که گویا چنین چیز نیست، ولی فکر میکنه که ما میتونیم اپوزیسیون به طرف خود بکشانیم، یک جبهه خوبتر و قدرتمندتر نسبت به حکومت ایجاد بکنیم. به دلیل است که اینا میخواین با اپوزیسیون همکاری بیشتر بکنن، ولی نتیجه نمیتن. بلکه اینکه اپوزیسیون به هیچ عنوان باز هم نظر به ارزشایی که دارن، نظر به خواسته هایی که دارن با طالبان سر سازش داشته شد. میمونه بس دیگه که از این به بعد. و تو یک مورد دیگه هم چند روز پیشتر خبر پخش کردن که شورای امنیت تصمیم گرفته و از طالبان خواسته که شما نماینده های با صلاحیتتان در کنفرانس ها بر ما معرفی بکنید. در حالی که طالبان هیچ کس دیگه غیر از اینا ندارن. اونمو امارات اسلامی را کار دارن، یعنی تغییر نظام قانون اساسی را کار دارن، خروج نیروهای بین المللی را کار دارن و سایر ارزش‌های دیگه که امروز در افغانستان شکل گرفته، اینا را می‌خواهند که دوباره پس به یک حالت دیگه برگردونن. بحث اساسی امی است، ولی اینکه چگونه میشه دوباره پس بحث رابطه بین اپوزیسیون را رابطه بین طالب خیلی جالب است که چطور انتخاب میکنن که ما تا سر میز مذاکره میشینیم نه حکومت افغانستان. از این بعد وارد بحث گفتگو نخواهیم شد با اینا. اما چیز مهم است نتیجه است. اگر اینجا حکومت افغانستان در نظر گرفته نمیشه، چطور این گفتگاه با اپوزیسیون میتونه نتیجه بخش باشه؟ حالا دلیل امی است که حکومت افغانستان دوباره پس میگه که ما در خارج از کشور با هم صحبت نمیکنیم. خیلی سپاس. آقای اوریا، آیا واقعا موافق هستین که ضعفهایی که در نشست های بیرون از افغانستان از حکومت افغانستان برملا میشه، حالا مخالفت حکومت افغانستان برانگیخته و نمیخواد که این گونه نشست ها در بیرون از افغانستان برگزار شود؟ بعد میخوایم یک مقدمه داشته باشیم. صلح ارمان مردم افغانستان هست و با ملی تفنگ نمیتونیم در کشور صلح را به وجود بیاریم و همین حکومت از دو سه سال به این طرف تنها شعار صلح میده، اما زمانی که عمل میرسه در مخالفت با پروسه صلح قرار میگیره. به شکل مثال پروسه قطر شروع شدن، شدیداً مخالفت کردن و حتی سپیر خود خواستن و چند روز بیشتر راهکار پروسه صلح برای سال 2015 را نشر کرد که او پاکستان محور بود و میگفت که تنها از طریق پاکستان ما میتونیم به صلح برسیم. اما امروز شعار میده که ما تنها از طریق قطر میتونیم با پروسه صلح برسیم و ما با جز از قطر با جای دیگه صلح نمیکنیم. اما بیایم سر پاریس. حکومت تا به حال ادعا میکرد که مدیریت پروسه صلح باید خودش داشته باشه و پروسه صلح باید در انحصار خودش باشه و از پروسه صلح به حیث یک معامله سیاسی اینا استفاده بکنه، به خاطر بقای خود، به خاطر تضمین مسئولیت و امنیت خود بعد از سال 2014 و گپای دیگری. اما زمانی که نشست پاریس برگزار میشه، ببینید نشست پاریس رو ببینیم، احزاب سیاسی وجود داره، اپوزیسیون سیاسی وجود داره، خانم ها وجود داره، جامعه مدنی وجود داره، شخصیت های مستقل در اونجا وجود داره و دو تن یا سه تن مشاور وزیر، سه تن وزیر مشاوری حامد کرزی در اونجا حضور داره، اعضای به اصطلاح کمیسیون عالی شورای صلح در اونجا وجود داره که از لحاظ کمیت بیشترین افراد مربوط به حکومت بوده، یعنی مشاور وزیران و اعضای شورای عالی صلح بوده. اما در نشست معلوم شدن که حکومت یک نیروی پسیو هست، یک حکومت یک نیروی ناکاره هست و حضورش به صفر تقرب کردن، از خود طرح نداشت، از خود مدیریت نداشتن و از خود برنامه نداشتن. خب حالا بیان روی دلیل بپردازیم که روی چه دلیل حالا وزیر خارجه افغانستان در سنا مطرح میکنه که بر برگزاری این نشست ها نیاز نیست که در خارج از افغانستان مکان انتخاب شود. خب با اینکه قبل از کنفرانس پاریس اینا استقبال کرده بود از کنفرانس پاریس و با وزیر خارجه فرانسه همین حامد کرزی صحبت های داشت و تا حالا پس چه مسئله پیش آمد که حالا راضی نیستن؟ من میام خدمت شما. اما زمانی که پاریس ختم میشه، نشست پاریس و عکس العملش نشر میشه و در این عکس العمل جایگاه حکومت صفری هست، پس از او قبلا با کنفرانس پاریس وزارت خارجه افغانستان سخنگویش موافقت خود اعلان کرده بود، از او استقبال کرده بود و در جلسات مقدماتی هم اینا حضور داشتن و اونجا هم موافقه نموده بود و چیزی که برای ما اینجا بسیار مهم است. مشخصا دلیل را مطرح کنین آقای اوریا که چه چیزی پیش آمد در نشست پاریس که حالا وزیر خارجه افغانستان میگن که برای برگزاری این نشست ها نیاز نیست که مکانی در بیرون از افغانستان انتخاب شد؟ صفری حکومت حامد کرزی باعث ازی شد که اونا یکی موقف سپری حکومت در این نشست باعث ازی شد که بعدا در همچون نشست ها صحبت نشست نکنه،
اگر نشست میکنه ممکن موقفش پایین تر از صفر یعنی منفی صفر شود. اما فکر نمیکنین که یکی از محورهای اصلی یا یکی از طرفهای اصلی در این گفتگوها حکومت افغانستان است؟ اگر طالبان بیای با شما مذاکره کنند که با عنوان اپوزیسیون مطرح هستین، میتونن که موافقت حکومت افغانستان هم داشته باشند در هر چیزی که با شما مطرح هست؟ هیچ کس طرفی اصلی نیست و هر طرف طرفی اصلی هست. ببینید طرفها کی هست؟ جامعه مدنی هست، احزاب سیاسی هست، اپوزیسیون سیاسی هست، سازمان ها هست، همین حکومت بله. اگر شما فکر میکنین که اینا هم به عنوان طرف های اصلی در اوضاع افغانستان است و باید سهم داشته باشند در همچون مذاکرات، آیا حرف از اینا را حکومت افغانستان قبول میکنه؟ اگر گفتگوها پیش هم بره مشکل دارم اینجاست که حکومت افغانستان بلند پروازی میکنه. جایگاه حکومت افغانستانی هست که یکی از عناصر باید باشه و جایگاه حکومت افغانستان در پاریس تثبیت شد به حیث یکی از عناصر که هیچ طرح و نظریات و برنامه های نداشتن. روی علت ما طرفدار هستیم که همین حکومت در پروسه صلح حضور داشته باشه، همین طالب حضور داشته باشه، همین حزب اسلامی، جامعه مدنی، زنا، احزاب سیاسی، اپوزیسیون سیاسی، همیشان حضور داشته باشه تا یک مذاکرات بین الافغانی آغاز شود و مگر در انحصار هیچ کسی نباید باشه این پروسه صلح. اما در مدیریت آنچه را که امروز مطرح میکنن، شما فکر میکنین که یک نوع اشاره به ایست که میخوان انحصار گرایانه دو چیز باشن. هست دو چیز هست، یکی قبل عرض کردیم که موقفش با صفر تقرب کرد، دوم تیم حاکم در مجموع اصلا متحد به صلح نیست. تیم حاکم یک تیم جنگ اپروز هست که در طول 12 سال گذشته علت جنگ و فساد گسترده در جامعه بوده و تیم حاکم با هیچ شکل متحد با ارزش ها و ارمان های مردم افغانستان نیست و تیم حاکم امیال عملا با اراده سازمان ملل متحد و با اراده ملت افغانستان در برابرشان قرار میگیره که کسی بخواه نخواه منهدم میشه. اما چیزی که مهم است، تیم حاکم با استفاده از این خصلت جنگ اپروزانه ایشان که تا با گوش ها در فساد پرو رفته است، فقط میخواه در جنگ بقای خود و زندگی خود جستجو کنه. تشکر. آیا واقعا نیاز بر برگزاری همچون نشست ها در بیرون از افغانستان نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما همکار ناظر در بس و بینندگان محترم شبکه جهانی طولو نیوز. باید عرض بکنم که اتفاقا عملکرد حکومت در طول 11 سال گذشته به صورت کلان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و در طول 2 سال گذشته در بحث گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح حکومت افغانستان نشان میداد که دقیقاً ما نیاز داریم به نشست های بیمدلی در مورد مسئله افغانستان. با توجه به اینکه فرصت مناسبی در اختیار حکومت بود در طول 2 سال گذشته برای اینکه بتواند روند گفتگوهای صلح رو به سمت و سوی مناسب سوق دهد، اما آن چیزی که در عمل دیده شده است انحراف از در واقع روی کردی است که باید به سمت صلح ما را رهنمون بکند. یعنی حکومت افغانستان پروسه صلح در افغانستان را که به نظر ما یک پروسه کلان ملی است و بین‌المللی و منطقه‌ای تبدیل کرده است به یک پروسه سیاسی برای امتیازهای سیاسی در مقابل جامعه جهانی، در مقابل کشورهای منطقه‌ای و در درون در واقع سطح ملی برای رقابت با گروه‌های اپوزیسیون سیاسی داخل کشور افغانستان. یعنی در سطح حکومت افغانستان صلح را به مثابه یک ابزار در اختیار معاملات و معادلات سیاسی در نظر می‌گیرد، نه به عنوان یک در واقع نیاز واقعی برای جامعه افغانستان. از این منظر ببینید که جامعه جهانی در سال 2014 باید برای مردم افغانستان و برای شهروندان خودشان در کشورهای خودشان این اطمینان را به وجود بیاورند که 11 سال یا 12 سال عملکرد ما در افغانستان بی‌نتیجه نبوده است. بنابراین نیاز به شکل‌دهی به یک ثبات امنیت نسبی در افغانستان حداقل در سطح منطقه‌ای بر اونها ضروری است. از این منظر اونها تلاش می‌کنند که بتوانند طالبان را وارد پروسه سیاسی در افغانستان بکنند. حکومت افغانستان تلاش داشته است که طالبان را به صورت در واقع رو در رو وارد پروسه سیاسی بکند. طالبان وقتی می‌بیند که حکومت افغانستان خود به خود حاضر است که هر گونه امتیاز را در اختیار اونها قرار بدهد، اما از آنجایی که می‌بیند که ریشه های حکومت در درون جامعه سیاسی افغانستان بسیار سست است، طبیعتاً با طرف اصلی مذاکره خودش را حکومت افغانستان نمی‌بیند، بلکه جریان‌های سیاسی و گروه‌های سیاسی می‌بیند که حالا از هر نوع گفتگویی که در مورد صلح هست حکومت افغانستان استقبال میکنه. ببینید نخیر، اتفاقا اون چیزی که شما در عمل مشاهده میکنید، حکومت افغانستان تنها از گفتگوهای صلح استقبال میکند که نقش حکومت در اون نقش محوری باشد. حتی شما میبینید که وقتی که با گفتگوهای صلح در قطر مخالفت کرد، به خاطر این بود که گفتگوهای ابتکارش بیشتر دست ایالات متحده آمریکا بود و نقشی برای پاکستان و حکومت افغانستان در نظر نمیگیرد. اما چطور زمانی که نشست پاریس برگزار شد حکومت افغانستان کماکان استقبال کرد؟ اما امروز میگن که بر برگزاری این نشست ها نیاز نیست که مکانی در بیرون از افغانستان. ببینید دقیقاً در قبل از برگزاری نشست پاریس
سفارت فرانسه در کابل نشست‌های را با حکومت افغانستان با جریان‌های سیاسی، نهادهای مدنی، نهادهای زنان داشت و در واقع نگاه اونها را در مورد آینده افغانستان بعد از 2014 و صلح ثبات امنیت در افغانستان در واقع مطالبه می‌کرد. حکومت افغانستان انتظار زیر داشت که الزاز پاریس یا در واقع با او شکلی که امروز در گفتمان سیاسی کشور و در سطح بین‌المللی مطرح هستش اون موافقت را به دست نیاورد یا اینکه حداقل حکومت بتواند نقش محوری را در گفتگو داشته باشد. اما وقتی می‌بینید که عملاً این کنفرانس برگزار می‌شود و مقدمه‌ای برای گفتگوهای واقعی صلح در افغانستان در حال شگریست در سطح بین‌المللی، اینجاست که حکومت افغانستان احساس می‌کند که باید مانع از روند این پروسه شود، یعنی پروسه‌ای که می‌تواند در ترکمنستان و بعدها در به اصطلاح جاهای دیگری در آلمان پیگیری شود. بیشتر موافق حرف آقای اوریا هستین که گفتن که به خاطر از اینکه موقف حکومت افغانستان در این نشست مساوی با صفر بود یا ضرب صفر بود به باور از اینا، باعث شد که حکومت افغانستان آیا حالا یک نوع مخالفت را انجام میده؟ ببینید، هر صلحی که باعث شود قدرت حکومت در داخل افغانستان تضعیف شود و باعث شود که موازنه قدرت در داخل افغانستان به نفع گروه‌های سیاسی مخالف حکومت افغانستان، منظور گروه‌های سیاسی اپوزیسیون هستش، تغییر پیدا بکند، حکومت با اون مخالفت میکند. بنابراین حکومت افغانستان صلح نمیخواهد، بلکه صلح حکومتی رو میخواهد که صلح بتواند ضامن تداوم قدرت حکومت باشد. اما صلحی که جامعه افغانستان میخواهد، صلحی است که باید بتواند امنیت افغانستان رو بعد از 2014 تثبیت بکند. فکر نمیکنین اگر شما هم این روند را در این نشست ها پیش میبرین، سرانجام طرف دیگه ای که بانوان از طرف اصلی هم مطرح است حکومت افغانستان است؟ من فکر میکنم بعد از 2014 ما امید از این داریم که با یک انتقال مسالمت‌آمیز سیاسی بتوانیم حکومت رو در واقع تغییر بدهیم، یعنی بتوانیم که در واقع اون چیزی که خواست و اراده مردم افغانستان است محقق شود که احتمالاً حکومت کنونی نخواهد بود اگر انتخابات شفاف و عادلانه برگزار شود. از این منظر در واقع ما تلاش ما بر این است که کلا تلاش بکنیم قبل از 2014 و بعد از 2014 در شکل دیگه یک اجماع کلان سیاسی در داخل افغانستان سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با هم گره بزنیم. نشست پاریس در سطح بین‌المللی در واقع یک نشست در واقع کلان و فراگیری بود که توانست مجموعه‌ای از گروه‌های سیاسی مخالف و در واقع مخالفین سیاسی افغانستان رو... شما می‌خواید بگین که نشست پاریس نشانگر ازی بود که گروه‌های مخالف مسلح میتونن که با شما کنار بیان؟ با ما نمیتونن کنار بیان، بلکه این قضیه است که به ملت افغانستان و ما هم به نمای دیگر ملت افغانستان کردین که پس از سال 2014 که اینجا هم امکان داره که حکومت تغییر کنه میتونین به نتیجه برسید. ببینید، آن چیزی که مطرح هستش در نشست پاریس، نوع دیپلماسی حداکثری بین طرفین گفتگو برای اولین بار شکل گرفت، یعنی که طالبان به صراحت مواضع خودشون در مورد تغییر قانون اساسی، در مورد تغییر نظام سیاسی، در مورد در واقع اجرای قوانین شریعت، شگیری امارت اسلامی به صورت واضح بیان کردن. جبهه ملی هم به صراحت در واقع نمیکنین این حرفا که مطرح میشه نشانگر عزیز که شما هم میتونن کنار بیان بون. خب بله، ما هم در دیپلماسی حداکثری مواضع خود رو مبتنی بر حفظ ارزش‌های قانون اساسی، تغییر قانون اساسی مبتنی بر مجراهای قانونی که وجود دارد و در واقع حفظ دستاوردهای 11 سال گذشته و کنار گذاشتن خشونت طالبان و دوری گزیدن از گروه القاعده را اعلام کردیم. بیشتر از اون چیزی که حکومت و جامعه جهانی روزی اصرار دارد. اما در فاز اول در واقع نمیشد انتظار داشت که در اجلاس پاریس در واقع طرفین بتوانند به یک گفتگوی به یک در واقع توافق نهایی دست پیدا کنند. در گام اول باید دیدگاه‌ها را به صورت صریح بیان بکنند، کاری که جبهه ملی، کاری که ائتلاف ملی، کاری که در واقع طالبان انجام دادن. اما در گفتگوهای بعدی اگر تداوم پیدا بکند که ما فکر میکنیم داریم به سمت مثبتی حرکت میکنیم، یعنی گفتگوها داره در اگر شانته 4 و 5 تداوم پیدا بکند یا اجلاس ترکمنستان شکل بگیرد، میتوانیم در واقع زمینه شکل‌گیری گفتگوهای واقعی صلح. اما چه خاطر فکر میکنیم واقعا موقف طالبان تغییر میکنه؟ ما فکر میکنیم که شما میدونین که حتی اونا اشاره به این داشتن که نمایندگانشان به عنوان نماینده گروه طالبان نه، بلکه به عنوان نماینده امارت اسلامی اشتراک کردند. خب دقیقاً ببینید طالبان دو روی کرده همزمان رو به صورت زیرکانه روی دست گرفتن. روی کرده اول که من بارها روی زو تاکید کردم، میگم که استراتژی صبر، یعنی اینکه طالبان صبر میکنن تا سال 2014 و خیر زمان میکنن، طرفین در واقع چه اپوزیسیون سیاسی داخل افغانستان، چه حکومت افغانستان، چه جامعه جهانی رو مصروف گفتگوهای صلح میکنن تا 2014 با خروج نیروهای بین‌المللی بتوانند بر کلیت افغانستان تصرف داشته باشند. اما در کنار از این موضوع به صورت موازی یک روی کرد دیگر هم دارن. هستش که اگر ابتکار جامعه جهانی، اگر در واقع آمادگی های سیاسی در داخل افغانستان وجود داشته باشد برای اینکه مانع شود که طالبان مثل سالهای دهه 90 در واقع بتوانند در افغانستان حضور فعال داشته باشند، در اونجا طالبان و حامیانشان مجبور خواهند بود که به نوعی گفتگوهای صلح با در واقع اپوزیسیون سیاسی دست تن بدن. از این منظر من فکر می‌کنم اپوزیسیون سیاسی و طالبان در مقدمه گفتگوهای واقعی صلح قرار گرفتن و در دیپلماسی حداکثری هیچ کدام در گام اول کوتاه نخواهند آمد، اما در دراز مدت من فکر می‌کنم که طالبان مجبور خواهند شد به واقعیت سیاسی افغانستان تن بدن، در غیر صورت ملت افغانستان یک پارچه در مقابل نخواهند ایستاد. بسیار تشکر آقای بلوچزاده. آنچه که از حرفای وزیر خارجه افغانستان برمیاد، یعنی قدر هم نشانگر از این نیست که اونا کاملا مخالف باشند. گفتن که اگر نمایندهای واقعی طالبان خوان نشست در بیرون از افغانستان باشند، اینا استثناء قائل میشن. آیا در نشست پاریس دو فردی که شرکت داشتن به نمایندگی از طالبان، اینا نماینده واقعی نبودن؟
اجازه بدین که به دو نکته اشاره بکنم. اولا اینکه یک بحث است که زمانی که صلح از طرف تروریستان یا صلح از طرف دیکتاتوران مطرح میشه بیشتر یک پیشنهاد ریاکارانه است. یک مورد میشه سرش تاکید کرد بیشتر. و اور اگر تروریستان یا در حقیقت مخالفین مسلح دولت بخواهند که در افغانستان یا در سایر مناطق دیگه که اتفاق میفته صلح به وجود بیارن، بیشترین راه حل می است که خودشان میتونن دست از جنگ بکشن و فعالیت مسلحانه انجام ندن. شما ببینین حکومت افغانستان کارایش انجام داد، اپوزیسیون کارش انجام داد، طالب چی کرد در این روز؟ زمان پیش از کنفرانس پاریس خشونت ها افزایش پیدا کرد، زنان باز هم به قتل رسیدن، رئیس امنیت افغانستان مورد ترور قرار گرفت، دیشب شما خبر را پخش کردین سرباز اردوی ملی را به قتل رساندن، باز هم حملات انتحاریشان در کابل که در ناحیه نو بود و در ناحیه پنج بود انجام دادن. در همون نزدیکی کنفرانس پاریس یا بعد از کنفرانس پاریس طالبان چی کردن؟ طالبان هیچ کار یک گام از امو فعالیت‌هایی که داشتن عقب نشتن. دو مورد می‌خوایم براتون بگیم. طالبان یک سیاست بسیار خوب را که استاد اشاره کردن، ما از دو روی کار دیگه می‌خوایم بگیم. یک سیاست مانور در سطح بین‌الملل دارن، می‌خوان فضاها را در سطح بین‌المللی اشغال بکنن، به مو ترتیب باز هم قناعت به تنظیم بین‌الملل که نظامی که شما به وجود آوردین اینی خلاها را داره و دو خلاها نفوذ کردن و خلاها را بیشتر می‌خوان بشکافن، به خصوص خلاهای قومی یا شگاف‌های قومی که در افغانستان روز به روز افزایش پیدا کرده و خلا شگاف‌های سیاسی. نکته دیگه را می‌خوایم بگویم، از طرف دیگه هم دهشت ترور انجام داده میرن. چرا؟ دلیلی که از بیرون فشار تروریستی دارن، در داخل هم تلاش دارن که جایگاه سیاسی خود حفظ بکنن حتی در سطح بین المللی. این دو قدرت و یا این دو تیپ برخورد باعث میشه که نظام موجوده را با جمع از اپوزیسیونی که وجود داره با جمع از نهادهای جامعه مدنی که از می ارزش دفاع میکنن براحتی میتونن که در حقیقت خونسا بکنن و مانع فعالیت هایشان شون. نکته دیگه میخوایم براتون بگم، دیکتاتورها یا افراد اشخاصی که خشونت میکنن زمانی که از طرف مقابل میخوان صلح بکنن در چون فضا خانه تسلیم شدن اونا هستن. استاد صحبت‌ها را یا مثلا اوریا سبهم بودن بیشتر صحبت‌های تسلیم کردن نظام بود. شما براین قانون اساسی رو تغییر بدین، بعد تمام ارزش‌هایی که وجود داره و بشر نقص شده، ادبیات که فعلا در افغانستان رایج هست، یعنی اونا میخوان اون ابزار بگیرن. از حرفاش ما این گونه نتیجه گیری میشه کرد که هر اون چرا که اینا مطرح میکنن یا خوشبینی‌هایی که وجود داره نمیتونه با خواسته یک طالبان داره بیشتر نتیجه بخش باشه. خب طبیعی است. از یک طرف عملکرد طالبان را ببینین. بله درست است که تمام آرزوها خب این نمونه ها را مطرح میکنین و این خواستهای طالبان را مطرح میکنین که اونا حتی میگن که با عنوان یک حکومت افغانستان باید که ما طرف هستیم مذاکره کنن. پس فکر میکنین که این نشست ها یا در پاریس یا در هر جای دیگه که برگزار میشه نتیجه بخش باشه؟ حالا بله به اساس صحبتی که استاد داشتن بسی است که آغاز به می ترتیب است. احتمال داره که اگر گفتگوهای بعدی اتفاق بیفته یکم از این گونه مقامات ها کاهش پیدا بکنن. آن چی بسیار مهم است این است که گفته میشه به نماینده های صلح نباید فضاهای مساعد بسازن که مشروعیت ببخشن به اعمال تروریستی و یا به اعمال دیکتاتوری. این خیلی مهم است. اما نکته اولی که اشاره کردین آقای بالوچزاده، چقدر شما فکر میکنین که اگر این گفتگوها ادامه پیدا کنه آنچه که آقای رحیمی هم اشاره کردن امکان داره که پس از سال 2014 تغییر وارد شود در دیدگاه طالبان، این امکان را شما جدی میدونید؟ من باور ندارم، ولی کسایی که در مذاکره بودن صحبت های مستقیم داشتن روبرو دیدن، ما بیشتر آنچه که عمل کرده که اتفاق میفته در داخل افغانستان از این زاویه میبینم نه در مذاکرات. خب سرانجام شما موافق نیستین که اونا در آینده هم تغییر دیدگاه بدن؟ من به هیچ عنوان اینو نمیپذیرم که یک طالب بیایه شعار دموکراسی بده، شعار حقوق بشر بده، آزادی نسبی را که شهروندای افغانستان دریافت کرده او را بپذیره، آزادی رسانه ها را بپذیره. میگم سر سوال شما، حالا بحثی که اگر حکومت میخواد کاملا مخالفت بکنه، باز هم حکومت تلاش میکنه که یک نوع قدرت نمایی هم بکنه، یک نوع اعمال فشار بکنه بالای طالبان، اونا را هم به گونه تهدید بکنه و بفهمونه که طرف مذاکرات ما هستم. ما اینجا چون اونجا گفتم میشه که شما یک حکومت نظام هستین که توسط 52 ساخته شدین، اینا میخوان دوباره پس مشروعیت برشون خود بتن که نه، ما یک نظام انتخاباتی هستیم. فکر میکنین که حرفا از جانب طالبان جدی گرفته میشه یا گروه دیگه ای که شرکت میکنن؟ در حالی که اگر شما طالبان را پیش حرفش را مطرح میکنین، اونا بارها گفتن که قانون اساسی افغانستان را، حکومت افغانستان را به رسمیت نمیشناسن، اینا دست نشان دستن و مذاکره هم نمیکنن. حالا چطور روشدار حکومت افغانستان را جدی میگیره؟ از دو کار خارج نیستیم. پروسه صلح خاتمه پیدا خواهد کرد، دروازه مذاکرات بسته خواهد شد، آنچه که اتفاق میفته تداوم جنگ است.
دوباره پس حملات نظامی افزایش پیدا خواهد کرد، دوباره پس اونم حملات هوایی است، اردو در مقابل طالبان، نیروهای خارجی در مقابل طالبان. یعنی بس اگر از صلح ما برگردیم روی سکه دیگه جنگ است، ما اضافه تر از این چیز دیگه نداریم. اما گزینه دوم چیه؟ گزینه دوم راه عالمی است که با یک شرط، با یک شرط اون چی که گفتم میشه که تمام مردم افغانستان تا وقتی که وارد پروسه صلح نشن، تا وقتی که نقش پیدا نکنه، نی صحبت ها اکثریت نشه. حالا وقتی که شما یک بس می داشته باشین، بس اقلیتی حکومت است، حکومت باید فضا را بیشتر در اساس مردم قرار بده، مردم بیشتر نقش بده، مردم بیشتر سهم بسازه که دایره مانور طالبان کاهش پیدا بکنه. وقتی که طالب میای میگه که دستگاه عدلی قضایی ما دوسیه های شهروندان یا در حقیقت ادبای افغانستان در محاکم ما فیصله میکنه، خب معنا میده که دستگاه عدلی قضایی کشور ضعیف است. بیشتر میگن که ما در ولایت ها والی داریم، تمام افراد اشخاص که در ولایت ها هستن میان به ما مراجعه میکنن، ما مشکلاتشان حل میکنیم، نه حکومت افغانستان. اگر به باور شما اینجا حکومت افغانستان به دیگر نهادها هم نقش جدی بده، یعنی نقش اثرگذاری بده، فکر میکنین که اینجا یکی از نکات دیگه یک به عنوان گزینه دوم در حرفای شما مطرح بوده میتونه خاص طالبان است تا اینکه به گروه دیگه نقش بدن، کنا چقدر عقب گرد داشتن باشن از خواستای خود؟ حرف ما می است. حالا بس دیگه که وجود داشته می بود که بس زمانی که مذاکره صورت می گیره چقدر ما میتونیم خواهشا و خواستایی که داریم کنار بگذاریم، یعنی بیایم به نزدیک بسازیم دیدگاه ها و نظریات. حالا پس دو گزینه مطرح است، این در حقیقت کدام شر بیشتر محتمل میدونین که سرانجام یکیش پیش میه؟ فکر میکنین که به درصد بلند دروازه مذاکرات بسته میشه یا اینکه طالبان از خاص خود انعطاف پذیری نشان میده؟ دروازه صلح به هیچ عنوان بسته نخواهد شد، یعنی در هر حالتش اگر حکومت دروازه صلح را بسته بکنه، مردم افغانستان خواهان صلح هستند، صلح با عدالت، صلح که جامعه مدنی میخواد، یعنی در حقیقت تامین امنیت فرد. اما طالبان از خواستهای خود عقب نشینی میکنه به هیچ عنوان. این مورد و نکته دیگه هم که اشاره کردیم که دو نماینده با صلاحیت که در پلیس دنبال شوند، بیشتر این است که طالبان از خواستهای خود عقب نشینی میکنند و دروازه صلح هم بسته بیشتر این است که به مترتیبی که اپوزیسیون مانورهای را انجام میده، ائتلاف مانورهای را انجام میده، حکومت مانورهای را انجام میده، یک اجماع ایجاد شده به خاطر حمایت از دستاوردهای 12 سال در افغانستان که طالبان در یک اقلیت قرار بگیرند و در اون قسمت است که ما توانایی را داریم که در مبارزات سیاسی و در خواسته هایی که طالبان میتونن داشته باشن مطرح بکنن، ما بگوییم که مردم افغانستان خائن این بحث است. نکته ای که میخواستم بگوییم، او دو فرد را که شما میگین که نماینده اصلی طالبان هستن نیستن و گفتن دو نماینده های اصلیشون معرفی بکنن، در هر جای طالبان شما بگردین، در هر بخششان یا هر فرد طالبه که امروز صحبت بکنه، اون کسایی که در کابل هم هستن، دیدگاه اینمی دیدگاه دو فرد است که در پاریس رفته بود، اگر شما اینا را هم در بهشت هم ببرین اما تو صحبت میکنن، به دلیل این است که شما نمیتونین خواهشی را داشته باشین یا در حقیقت خلاهایی که دارین کمکاریایی را که انجام دادین. اما برای شما از حرف وزیر خارجه افغانستان چیستن که میگن نمیدونن که دو فرد از کدام طالبان اوریا صاحب اشاره کردن که چون حکومت نتونست بدیل بته، نتونست طالب قناعت بته، نتونست خواستهای از اونها رو موقف صفریش مطرح کرد، به او پایه است که حکومت در داخل افغانستان چون جایگاهی نداشت. بیشتر بحثشون است که ما دیگر با چون افرادی که غیر نمایندگی از طالبان کرده نمیتونن صحبت کرده نمیتونن. خیلی سپاس همکاران مشاوره میکنن که وقفه داریم، پس از وقفه این بحث همچنان ادامه دارد. باز هم خوش آمدید. اما حالا واقعا نشست پاریس چه نتایجی را در پی داشت؟ آقای اوریا، واقعا نتایجی که از پاریس به دست آمد چی بود و بر شما قابل قبول بود؟ ببینید، نتایج پاریس بسیار زیاد هست، هم در عرصه جهانی، هم در عرصه منطقه و هم با ارتباط داخل کشور. در عرصه جهانی، شورای امنیت سازمان ملل متحد یک تن از افرادی که در اونجا آقای دلاور که میخواه باید در نشست شرکت بکنه از لیست سیاه خارج بسازه، به این معنی که شورای امنیت این کنفرانس را به نحوی از آنها حمایت کردن. وزارت خارجه آمریکا اعلامی نشر کردن و از این کنفرانس حمایت کردن و این نهادی که این کنفرانس را تدبیر کردن با این همکاری دولت فرانسه بوده و همکاری مادی اتحادیه اروپا بوده. یعنی در سطح جهان به سطح شورای امنیت یک اجماعی وجود داشته با ارتباط نشست پاریس. در داخل افغانستان از روند گفتگوهایی را که حکومت افغانستان هم پیش میبره حمایت میکنه، از سازمان ملل گرفته تا امسای افغانستان و همه تا با اکنون هیچگاه
هیچگاه در عمل در طول 12 سال گذشته حکومت افغانستان چنین ابتکاری نداشته و بعدن هم تصورش نمیره. اما در عرصه داخلی خب سر نتیجه میگم او در عرصه جهانی در عرصه داخلی برای اولین بار است که در 12 سال گذشته نیروهای متخاصم افغانی که افغانستان خانه مشترک همه اینا هستند در زیر یک سقف گرد هم میآیند نظریات و خواسته های خود را طرح میکنه و خواسته ها و نظریاتش به پیشانی باز یکی دیگه میشنوه. این دیگه دستاوردی هست و دستاورد دیگری هست که تصمیم گرفته شده چطور میتونه نقاط اختلاف در نشست های بعدی کاهش بده و او وجه مشترک یا نقاط یک مشترک بیشتر هم صورت گرفت. امی اختلاف نظر هاست کاملا اختلافی که شما با گروه طالبان دارین، اونا حکومت افغانستان را قانون اساسی را به رسمیت نمیشناسن، اما شما میخواین که بعضی از تعدیلات در قانون اساسی وارد شه. این اختلافاتی که عمده هم عنوان میشه چطور قابل حل است؟ ببینید بین طالبان اگر ببینین این خواسته های حد اکثر است و خواسته ها همیشه نسبی است، مطلق نیست، دائمی نیست و از ثبات دائمی برخوردار نیست، همیشه متغیر است. روی علت در نشست های دیگر طبیعتا این به نحوی از آنها کاهش پیدا میکنه و همینجاست که در نشست های دیگر روی اختلافات باید بحث شود، چطور میتونیم او را کاهش بدیم حتی تا نشست های بعدی و چطور میتونیم نقاط مشترک گسترش بدیم. نشست چندم بود؟ نشست پاریس نشست چهارم بوده و نشست های بعدی هم باید وجود داشته باشه. تا چهار مرحله که نتونسته این اختلافات نظری که بیشتر عمده عنوان شده حل شود چطور میتونه در آنجا؟ تا به نشست چهارم آن زمینه ها و شرایط به شکل غیر رسمی فراهم گردیدن که همه نیروهای متخاصم گرد هم جمع شود و نظریات خود بیان بکنه، نقاط مشترک خود بیان بکنه، نقاط اختلافی خود بیان بکنه و گپای دیگری. رویلت این سه نشست این دستاوردش بوده، اما نشست های بعدی طبیعتا ما چرا که ائتلاف ملی میخواست در این نشست به دست آورد، یعنی مخواست چیزی را که ائتلاف ملی میخواست نشست در نظر داشت؟ بله ائتلاف ملی همه چیزی را که میخواست به دست آورد. همین میز شما، ما یک سال قبل، هشت ماه قبل برنامه ائتلاف ملی را اعلان کردیم که مذاکرات صلح باید بین الافغانی باشه، یعنی حکومت افغانستان، احزاب سیاسی، ائتلاف ملی، اپوزیسیون سیاسی، جامعه مدنی، جامعه زنان، طالبان و حزب اسلامی باید در حضور داشته باشه. این یک قسمتی از خواسته ها و طرح های ما بود که پذیرفته شد و عملی شد. حالا میمونه بخش دومش. بخش دوم نظریات ما این هست که سازمان ملل متحد باید میانجی و تسهیل کننده باشه با همکاری جامعه جهانی که همین کنفرانس ترکمنستان میتونیم نام ببریم که همین اگر تدویر شو بخش دوم حالا با توجه به مخالفت که افغانستان میکنه چطور شما خوشبین هستین که نشست میتونه برگزار؟ عرض می هست ابتکار سازمان ملل متحد که میزبانی میکنه در ترکمنستان مذاکرات بین الافغانی را قابل قدر و قابل حمایت هست. هیچ پدیده در دنیا نمیتونه به خصوص در افغانستان پدیده ارگ که تا به آخر علیه اراده مردم و علیه اراده جامعه جهانی بیسته. اما چطور بالاخره شما فکر میکنین که نشستی که در پاریس صورت گرفت نتیجه خوبی را در پی داشته؟ تنها یک نکته اونجا گفته میشه واضح شد که طالبان یا گروه های دیگه تمایل داره که با اپوزیسیون افغانستان گفتگو کنه. اما نکته ای که به حکومت افغانستان برمیگرده و بیشتر عمده است قانون اساسی افغانستان است، نظام فعلی افغانستان است و نکات دیگه است که میگن قانون اساسی افغانستان را به رسمیت نمیشناسن. ببینید. پس فکر نمیکنین که تقریبا با درصد بلند این نشست نتیجه بوده؟ قانون اساسی افغانستان 162 ماده داره و از 162 ماده فقط دو مادهش قابل تغییر نیست، دیگه 160 مادهش قابل تغییر نه است. نه آنچه را که طالبان گفته میشه در این نشست مطرح کردن گفتن که اینا بر حقوق بشر رو از این دست مسائل با قانون خود جا میتن، یعنی قانون خود را دارن، چیزی که طالبان میخواد که قانون اساسی را تدوین بکنه نه تعدیل. بله پس فکر نمیکنین که اختلاف عمده همینجاست و اگر روی از این نتونین به نتیجه برسین هیچ چیز، یعنی آب از آب تکان نمیخوره. مثل از بیوارد ده ها اختلاف دیگری وجود داره، مگر اختلاف دائمی نیست، مطلق نیست. حالا شما چه نشانه هایی را دیدین که طالبان میتونن از این خواست خود بگذرن؟ ما ببینین خواسته ها و نظریات مردم افغانستان که صلح نیاز مبرم مردم افغانستان است و حمایت جامعه جهانی را، این هر دو را که ما با هم یک جا بکنیم در یک نقطه متمرکز بسازیم، کسی بخواه نخواه
این پروسه رشد میکنه و سرانجام اکثراً صد بیصد نه اکثر نیروها روی نکات مشترکی با هم در آینده به توافق خواهد رسید. اگر رشد هم کنه و طالبان از این خواستهای خود نگذرن چی میشه؟ ببینید، ما به این باور هستیم که قسمت اعظمی از نیروهای زیدخل در قضیه افغانستان نکات مشترکی با هم پیدا میکنه و در نتیجه کشور خود از این بحران نجات میده و به سوی صلح و در همین نشست پاریس هم آقای اوریا گفته شد که نکات مشترکی وجود داشتی. نکات مشترک چیا بودن؟ ببینید، نکات مشترک بسیار زیاد هست. بایی که چیزایی را که قبل عرض کردیم، نخست همگان تاکید میکنه که مشکل افغانستان بر بنیاد مذاکره حل شود. این یک نکته مشترک. دوم، همگان تاکید میکنه که ما باید به خاطر کاهش اختلافات کار بکنیم. همگان تاکید میکنه که ما به خاطر گسترش نقاط مثبت باید با هم کار بکنیم. و حتی طالبان تاکید میکنه که یک کمیسیونی باید ساخته شود که سر این موارد باید کار صورت بگیره. و مثل از این وارد ده ها نکات مشترکی و ده ها دستاورد دیگر نشست پاریس بایی که غیر رسمی بوده و بایی که در عقب دروازه های بسته بوده داشتن که قابل قدر هست و در آینده کسی بخواه نخواه آیستا آیستا زمینه های مذاکرات رسمی را فراهم خواهد ساخت. سلام، تشکر. چقدر شما راضی هستین از نتیجه نشست پاریس؟ یک نکته را پیش از بحثی که باید داشته باشیم خدمت شما عرض میکنم در مورد سخن وزیر خارجه که گفتن چقدر دو نفر نمایندگی دارن از گروه طالبان. من فکر میکنم که حداقل بیشتر از دکانداری که آمد در ارگ ریاست جمهوری و در واقع چند میلیون دلار را گرفت یا از دو قاصد صلح که قاصد مرگ بودن برای آقای ربانی و آقای اسدالله خالد، اینها بیشتر نمایندگی از طالبان میکردن که در نشست پاریس حضور داشتن و سخنگوی طالبان او را هم تایید کرد. اما در مورد از اینکه چقدر نشست پاریس موفقیت داشته است، به لحاظ فرمی و به لحاظ ماهیت هر دو بخش را اگه بخوام تایید بکنیم در واقع بسیار مهم بوده است. به لحاظ فرمی همونطور که اشاره شده است، یک گفتگوی بین افغانی با وسعت بسیار فراگیری که مجموعه از طرف‌های درگیر در مثل افغانستان گرده در واقع در دور یک میز مذاکره می‌نشانن. و مسئله دیگه‌ای هستش که برای نخستین بار است که طالبان تن می‌دهند به اینکه به صورت حالا مشخص در گفتگوهای بین افغانی شرکت داشته باشند. یعنی در گذشته شما سراغ ندارین که نمایندگان یا شورای کویت حضور داشته باشند با حکومت افغانستان یا با طرف‌های دیگر به صورت مستقیم گفتگو داشته باشند. اما چطور فکر می‌کنین حکومت افغانستان شک داره در نمایندگی از به خاطر اینکه در واقع این دو تن کسانی هستند که نمیتوانند خواسته های حکومت افغانستان را برای صلح حکومتی برآورده بکنند. این در واقع وقتی حکومت افغانستان احساس میکند که روند گفتگوهای صلح داره جدی میشه، داره به درستی پیش میره و حکومت نقشش حاشیه‌ای میشه و دقیقاً در اینجا در واقع مخالفت بکند، به خاطر اینکه حکومت افغانستان صلح حکومتی میخواهد، صلحی که در اونجا بخشی از گروه طالبان بپذیرند. که شما هم مخالف آنچه که نمایندگان طالبان در اونجا خواستن نیست؟ ما مخالف در واقع دیدگاه طالبان مبتنی بر تغییرات بنیادی و اساسی در قانون اساسی هستیم. در واقع ما حافظ 11 سال دستاوردهایی که جامعه جهانی و ملت افغانستان داشتن هستیم. اما فکر نمی‌کنین که اینجا شما و حکومت افغانستان نکات مشترک دارین؟ پس از نشست پاریس و پس از مطرح شدن این خواست طالبان، حکومت افغانستان گفتن که دستاوردهای 11 ساله افغانستان حفظ میشه و قانون اساسی افغانستان هم که هیچگاه تغییر نمی‌کنه. خیر، در ممکن است در سیاست اعلانی حکومتی را اعلام کرده باشد، اما شما وقتی که نقشه روند صلح برای 2015 را که چندی پیش در اجلاس ترکیه مورد در واقع بحث قرار گرفت، مورد توافق قرار گرفته است، از 3 ماه پیش بحث شروع شده است، دقیقاً می‌بینیم که حکومت افغانستان بوده است که مشخصاً بخشی از طالبان را وارد پروسه سیاسی می‌خواهد بکند. حتی بحث داری بود که ما به کلیت قانون اساسی کاری نداریم، اما ماده‌ای که مربوط به در واقع تحصیلات وزرا هست. خب اینجا برمیگرده به چیزی که حکومت افغانستان مطرح میکنه، برمیگرده و تعدیل، نه اینکه اونا قانون خود را داشته باشند. طبیعتاً هیچ وقت پس بنابراین گروه های سیاسی به شمول جبهه ملی نهادهای مدنی هیچگاه در واقع تغییرات بنیادی در قانون اساسی رو نمیخوان. در واقع سه اصل جمهوریت. شما نکات مشترک با حکومت افغانستان داره. نکات مشترک ما با حکومت افغانستان زیاد است در مورد از اینکه در واقع باید بر ارزش های 11 ساله گذشته دست در واقع تاکید بکنیم، اما در عملی حکومت افغانستان است که 11 دستاوردهای 11 سال گذشته و ارزش های قانون اساسی رو دور میزنند.
در واقع اگر دور نزند هیچ در واقع تن نمیداد به گفتگوهایی که به صورت مستقیم بخواد با طالبان وارد مذاکره بشود بدون اینکه واقعیت‌های جامعه افغانی را در نظر نگیرد. در واقع این حکومت افغانستان است که با دور زدن ملت افغانستان میخواد به صورت مستقیم برای حفظ منافع سیاسی خودش با طالبان وارد گفتگو شود. اما به اصطلاح جریان‌های سیاسی، نهادهای مدنی و در واقع گروه‌های مختلف سیاسی که داخل افغانستان هستند، اینا نمایندگی از ملت افغانستان می‌کنند. و این مسئله ما در نظر بگیریم که طالبان هر چقدر هم که در واقع در موازه خود مصر باشند و هر چقدر هم در واقع بخواهند که او دیدگاه خودشون رو به صورت صریح بیان بکنند و از او کوتاه نیان، وقتی که قوت جامعه افغانی رو در شکل‌دهی به یک انسجام ملی مشاهده بکنند، مجبورن که از در واقع خواسته خود کوتاه بیان، وگرنه اونا شکست می‌خورن و شکست هم خواهند خورد اگر انسجام در درون جامعه افغانی وجود بیاد. من می‌خوام بگم که صلح در افغانستان دو نقطه، یک نقطه کور دارد. نقطه کور صلح افغانستان در واقع اجماع سیاسی و شکل‌دهی به سازه‌های صلح در درون افغانستان است. تا وقتی در درون افغانستان ما به یک اجماع کلان سیاسی، به یک در واقع توافق بین‌الملل افغانی دست پیدا نکنیم، صلح با طالبان ممکن نیست. در واقع در گام دیگر باید در سطح منطقه‌ای تلاش بکنیم که کشورهایی که حامی طالبان هستند توافق سیاسی صورت بگیره. چقدر این کار صورت گرفته میتونه که بعضی گام‌های بعدی برداشت؟ خب من فکر می‌کنم که این نکته رو باید اشاره می‌کردم که در گام دوم باید در واقع کشورهایی که حامی طالبان هستند، باید حکومت افغانستان بتواند مشکلات خود و مناقشات خود را با اون کشورها حل بکند. تا حامیان طالبان در واقع متقاعد نشوند به صلح امنیت در افغانستان، طالبان به معنی که ابزار همواره مضر برای امنیت افغانستان خواهند بود. از این منظر من فکر می‌کنم که گره کور در داخل افغانستان است، اما اینکه چقدر چه گام‌های برداشته شده شما می‌بینید که عملا حکومت داره مانع ایجاد می‌کنه. از شما بپرسم دوباره نشست پاریس و نتایجش، در حالی که از موقف طالبان کوچکترین تغییری را شما ملاحظه نمی‌کنین، چطور شما فکر می‌کنین بزرگترین میتونه شما به نتیجه برسین؟ بزرگترین تغییر در موضع طالبان این استش که به صورت در واقع رسمی دو نفر نماینده را در نشست پاریس در واقع می‌فرستن و با طرفین دیگر گفتگو می‌کنن. اونجا که اونها مطرح کردن به خاطر بیان دیدگاهشان هستن، بله. نه موافقت. طرفین دیگر هم برای بیان دیدگاهشان رفته بودن. همین گام اول است. وقتی که طالبان حاضر می‌شوند، گام اول رو بردارن، وگرنه چه کسانی مثلا از دیدگاه طالبان واقع آگاه نبودن؟ همه ما آگاه بودیم از طرف دیدگاه طالبان. همه آگاه بودن از دیدگاه جبهه ملی، ائتلاف ملی، گروه مختلف دیگر. اما وقتی که دور یک میز مذاکره مینشینن، میخواهند بگویند که ما حاضریم با همدیگر در واقع گفتگو داشته باشیم یا دیگر گپ های همدیگر رو بشنویم، و این گام نخست است که طالبان برداشتن. من فکر میکنم این گام نخست رو باید خیلی مهم بدانیم، ولی که مهمی هستش که مذاکرات و این گام نخست به قیمت چی یا گام های بعدی به قیمت به هیچ قیمت به قیمتی به قیمت از اینکه انسجام بین گروه های سیاسی حداکثر میشود. یعنی در واقع وقتی که گروه های سیاسی، نهادهای مدنی، نهادهای زنان احساس میکنن که میتوانن با طالبان وارد گفتگو شون، طبیعتا سعی میکنن که موازی خود رو به هم نزدیک بکنن. دو گزینه را که پیشتر آقای بلوچزاده مطرح کردن که یا در گفتگوهای سال بسته میشه یا ایست که طالبان انعطاف پذیری از خود نشان میتن، شما بیشتر کدام گزینه را ببینید؟ در گفتگوهای سال بسته نخواهد شد به خاطر اینکه همه طرفین درگیر در مسئله افغانستان هستند. یعنی از این خواستای بزرگ خود طالبان میگذرن؟ من فکر میکنم که اگر انسجام و قوت سیاسی در درون جامعه افغانی ایجاد شوند، طالبان که هیچ هر قدرت بزرگ بین المللی دیگر هم باشد، در مقابل ملت افغانستان در واقع فرو خواهد کاست از دیدگاه خودشان. اما مشکل در درون افغانستان است. وقتی گفتیم این نقطه کور در درون جامعه افغانی هنوز حل نشده باشد، طبیعتا طالبان از این نقطه ضعف ما استفاده میکند برای پافشاری بر خواستهای خودشان. در گام دوم گفتیم در سطح منطقه‌ای باید عواملی که باعث حمایت طالبان میشود رو حکومت افغانستان با اونها مسئله‌اش رو حل بکند. حکومت افغانستان هنوز موفق نشده است که کار انجام بدهد. بنابراین بخشی دیگر برمیگردد به حامیان طالبان، بخشی برمیگردد به درون جامعه افغانی. در هر دو فاز ما در واقع موفقیت‌هایی را در واقع حکومت افغانستان نداشته است و این باعث شده است که مسئله صلح در افغانستان پیچیده و در واقع بسیار بغرنج شود. اما در دراز مدت من فکر می‌کنم که گامی که ما در نشست پاریس برداشتیم، اگر حکومت افغانستان مانع تراشی نکند، یعنی همین که الان می‌گوید که این آخرین نشست بین المللی در واقع بین المللی بوده در مورد افغانستان، این به نظر من یک نوع مخالفت با پروسه صلح است که به صورت واقعی داره شکل می‌گیرد. اگر نشست ترکمنستان شکل نگیرد، اگر جامعه جهانی نتواند در موضوع افغانستان ابتکارات خودش رو در حمایت از گروه‌های سیاسی پیش ببرد، حکومت افغانستان هیچگاه در واقع صداقتش برای مردم افغانستان مورد اعتماد قرار نمی‌گیرد که بتواند یک صلح پایدار در افغانستان به وجود بیارد. حکومت نشان داده است که فقط به دنبال از این هستش که صلحی را داشته باشد که در اصول در واقع بخشی از گروه‌های ناراضی یا افراد ناراضی از طالبان رو وارد پروسه سیاسی بکند. اما این جذب اونها در پروسه سیاسی افغانستان به معنی صلح پایدار در افغانستان نیست. اما گروه‌های سیاسی، جبهه ملی، ائتلاف ملی، اینها به دنبال از این هستند که یک صلح فراگیر و کلان رو در جامعه افغانستان بعد از 2014 قبل از او به وجود بیارن، با حضور در واقع زنان و گروه‌های مدنی که در او نشست‌ها حضور دارند. یک نکته هم که بسیار کوتاه اگر اشاره کنین، پس از پایان نشست پاریس گفته شد که طالبان در موضع‌گیری خود نرمشی هم داشتن، زمانی که روی نکات عمده همچنان استاد هستن، پس این گزارش‌ها که از نرمش
میرسه چه هست؟ ببینه نرمش همین هستش که گفتم شما این رو جدی بگیرین وقتی که اونها حضور پیدا میکنن در این اجلاس و در واقع دیدگاه خودشون به صریح بیان میکنن و چون طرف مقابل رو هم از گذشته میشناسن، از 16 سال گذشته اینها در واقع گروه های مخالف خودشون رو به درستی میشناسن، بنابراین حاضر هستن که در واقع سیگنال هایی رو نشان بدن برای اینکه ما حاضرین برای گفتگو. اما گفتیم در دیپلماسی حداکثری در گام نخست ما انتظار نمود داشته باشیم که طالبان در همون جلسه اول اعلام بکنن که ما همه مسائل پذیرفتیم، اما در دراز مدت میتواند این موثر باشه. بسیار تشکر آقای بلوچزاده. چقدر شما هم موافق حرفای اوریا و آقای اوریا و آقای رحیمی هستین که اینا فکر میکنن که اگر این گفتگو ادامه پیدا کنه، این نشست ها ادامه پیدا کنه، سرانجام میتونن به یک موافقت برسن؟ بحث همی است که شما هم سوال کردین که به قیمت چی گفتگو ادامه پیدا خواهد کرد. اگر ارزش هایی که مردم افغانستان برش باور پیدا کردن، نظامی که تشکیل شده و نظام نسبتاً دموکراتیک است، نهادهای جامعه مدنی شکل گرفته، نهادها احزاب سیاسی میتونن در فضای کاملا مسالمت‌آمیز بحث بکنن، صحبت بکنن و جوان ها به طرف مکتب برن، به دانشگاه برن، زنان حقوقشان را به دست بیارن، از طرف دیگه هم تمام فضای نسبی بر مردم افغانستان مناسب باشه و مساعد باشه که اپوزیسیون ائتلاف به هیچ عنوان خانه زدن از اینا نیستن. اما اگر به این از دست دادن این قیمت ها باشه، خب طبیعی همه مخالفت از میکنن. اما بحث عمده ای است که یک مرتبه میخوان چی فکر میکنین که نشست هایی که برگزار میشه، یکی که خب اول به نظر شما یک پراگندگی در مذاکرات صلح ایجاد نشده، دفتر قرار است در ترکیه ایجاد شود، تفاهم‌نامه به خاطر ایجاد دفتر سیاسی در قطر قرار است صورت بگیره، نشست در ترکمنستان و پاریس، اینا چقدر به نظر شما نتیجه بخش است؟ دیدگاه ما در این قسمتی است که طالبان را میخوان چند پارچه بسازن. طالبان فرانسوی داریم ما و شما، آله طالبان قطری داریم، طالبان پاکستانی داریم، طالبان ایرانی داریم، طالبان آمریکایی داریم، طالبان آلمانی داشتیم. در توکیو که ما رفتیم یک گروه از طالبان اونجا آمده بودن. مجموعی از اینا در کشورهای مختلف مورد صحبت با مذاکره صورت میگیره، امرایشان بحث میشه، صحبت میشه، نظراتشون. بالاخره در یک وقت ما باور ما است که مطمئنن این حلقات دوباره پس با هم نزدیک میشه، بالا یک میز میافتن و این صحبت های دیگه که در مذاکرات دیگه با مردم افغانستان یا گوی اپوزیسیون یا جامعه مدنی هم صورت گرفته، اینا مقابل هم قرار خواهند گرفت. فعلا تلاش دارن که چند دستگیری در بین طالبان به وجود بیارن، به مخاطر است که سفرهای خارجی میتونن اینا داشته باشن، به کشورهای مختلف برن، نمایندگی سیاسیشون در قطر آغاز میشه. اما باز هم تاکید من این است که اگر طالبان فکرشان این است که دوباره پس به عنوان یک نظام دیکتاتور، به عنوان یک نظام تروریست میان قدرت در افغانستان میگیرن، نظام های دیکتاتوری تداوم ندارن، باز هم شکست خواهند خورد، باز هم سقوط خواهند کرد. اما آنچه مهم است نظام نیروهای دموکراتیک است، نظام هایی که حافظ قانون اساسی و دستاوردهای 10 ساله هستند، اینا طبیعی است که باید برنامه داشته باشند تا بتونن آنچه که استاد عزیز ما گفت که باید فضاهای مانور بر طالبان باید کوچک شده بره، یعنی اونا را از طریق فشارهایی که مردم افغانستان رسانه ها بیشتر ساده تر میتونن از مردم پرسان بکنن که طالبان را میخواین یا خیر. این فضا باعث میشه که دایره مانور طالبان کوچک شده بره تا بیان تسلیم شوند. آقای رحیمی، در یک کلمه این چند پارچگی که ایجاد شده نتیجه مثبت میتواند؟ نمیخوام بگم که چند پارچگی ایجاد شده، اما میخوام بگم که چند دفتر در چند کشور و نشست. اما یک نکته میخوام اشاره بکنم. شما دیدین که وزیر خارجه نسبت به اجلاس به نشست در واقع گفتگوهای صلح در قطر چراغ سبز نشان داد. یک چراغ سبزی با آمریکا است که اگر شما حمایت نکنید از نشست های بین المللی در ترکمنستان، در پاریس، ما حاضریم که در واقع زیر چتر ایالات متحده آمریکا با طالبان وارد گفتگو بشیم. یعنی یک نوع امتیاز دادن به غرب است برای گفتگو با طالبان، در حالی که نشان میداد که حکومت افغانستان به دنبال صلح واقعی نیست، بلکه فقط میخواهد با گروه اپوزیسیون سیاسی داخلی خودش رقابت داشته باشد، رقابتی به بهای در واقع نابودی صلح و امنیت پایدار در افغانستان. وزیر خارجه فرانسه در همین نشست در کنفرانس مطبوعاتی گفت ما تنها تسهیل کننده بودیم به خاطر تبادلات نظر، آن هم به شکل شخصی، مگر با اساس فیصله شورای امنیت این سازمان ملل متحد است که مذاکرات بین الافغانی را شرایطش فراهم بکنه و افغانا هست که در همکاری با سازمان ملل متحد. یعنی شما خوشبین هستین بر نوعی که پیش میره؟ ما بر مذاکرات خوشبین هستیم و فقط بر بنیاد مذاکرات ممکن است که در افغانستان صلح و ثبات به وجود بیاید و هر آن که مخالف صلح هست و هر آن که مخالف مذاکرات بین الافغانی هستند، اونا سرانجام از ایجاده خارج خواهد شد. سپاس از حضورتان در این بحث. همچنان از شما بینده عزیز تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، شب خوش، خدا نگهدار.